پاینده به منزلت حسین است. حسین سوزنده خیشتن، فروزنده نوع، دارای چنین صفت حسین است. حسین ای آن که توی نتیجه صوم و صلات، هم مصحف توحیدی و هم حج و زکات، اسلام بود رهین خون تو حسین. بر خون مقدست درود و صلوات. در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل اشک روان، آه سر ناله شب، این همه از اثر لطف شما میبینم. راه نشان دادند بزرگان دین، علم و عرفان و مکتب اهل بیت، علمای عاملین هم همین اسرار رو به رشته تحریر آوردند. آخوند ملا علی همدانی همچنین به سحر شعری دارد: ای فنا چاره دردت نتوان کرد مگر اشک خونین و دعای سحر و زاری دل. اما از اون طرف فیض میرسد انشاءالله، این نورانیت سحر در قلوب مؤمنین به لطف مولا امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش، خصوصا حضار در این حسینیه، روزافزون باشد. سوز دل اشک روان، آه سر ناله شب، این همه از اثر لطف شما میبینم. کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و ارباب دعا میبینم. این نیاز ما به دربار حسینی و اولاد معصومینش. اما توسل، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک. کلیم عشق منم، تور کربلای من است، رحم کن خدا. خلیل عشق منم، کربلا منای من است، ز بهر سلطنت حق نموده ایم قیام. شعار نصر من الله بر لبای من است. عصا به دست گرفتن
نه در خور جنگ است. کنون که پیر شدم نیزم عصای من است. روزگار روزگار معرفی امامت امام سجاد، سند الزاهدین، زین العابدین، علی ابن الحسین علیهم الصلاه و السلام است. جدم جد اعلای مولانا المعظم سیدنا المکرم حضرت آقای حاج مهندس سید علی رضای جذبی ثابت علی شاه ارواح نافدا هستند. افتخار ماست همیشه به ذیل عنایت ائمه علیهم صلوات الله توسل کنیم. مانند پدر بزرگوارشان قبل از اربعین در شام خود را معرفی فرمودند. می فرمودند انا ابن مکه و منا، انا ابن مروه و صفا، انا ابن رکن و مقام، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن حسین الشهید به کربلا. مفصل است، بسیار مختصر تبسل می کنیم. آمدن مدینه جد بزرگوارشون یک اتفاق مهم است. عم بزرگوارشون محمد حنفیه آمده، برادر زاده رو بغل گرفته، عین عبارات کتاب مقدس تجلی حقیقت خلاصه عرض می شود. دلها انشاءالله از تبسل نورانی گردد. یبن اخی این اخی، خلاصه سفر رو که گفتگو کردند و تمام شد مراسم مدینه. حضرت فرمود عمو جان باید با من بیعت کنید. او گفت نه، با من بیعت کنید. حاصل کلام، ایشان حضرتشان مقدم دانستند، رفتند کنار حجرالاسود. فرمودن عمو جان شما بزرگترید، سوال کنید. آیا حجت خدا کیست؟ سوال کرد، جواب نشنید. گرچه گوش نامحرم نشنیده است، گوشهای محرم شنیدم. اما امام زمان و عصر علی ابن الحسین اشاره فرمود و شهادت به امامت رو شنید. محمد حنفیه عموی امام همونجا تجدید بیعت کرد. اما خلاصه مصیبت هم لازم است. در این مجلس حسینی بشیر آمد در خانه مادر ابوالفضل العباس و برادرانش. عجب ادبی به کار می‌بندند. بشیر آمد از کربلا می آیم، چه خبر از مولایم حسین داری؟ ادب از تمام مصائب اهل بیت، آموزش ادب ارادت مرید به مراد و امام است. گفت و باید فرزندانت رو بپرسی، بگویم عباس چه شد، چگونه از حسین میپرسی؟ فرموده باشد من شیر به فرزندانم به محبت حسین دادم. همین گرد داشت حسین علیه السلام شهید گشتم، سیحه‌ای زد و از ارادت و تبسل و دوری او قش کرد. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. آری آن جلوه کفانی نشود،
نور خداست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله مختلف الملائکه. خدایا دعاها مستجاب بفرما، مرضا شفا کرامت بفرما. پروردگار در ظهور حضرت حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه تعجیل بفرما و اجل اللهم فی فرج مولا. السلام علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین یا مولا یا رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا مولا یا رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا صاحب الامر والاسر والزمان یا خلیفه الرحمن یا مولای و رحمت الله و برکاته یا مولای.